آسمون من دلم نمیخواد که به خاطر خودم زندگی و آینده تو رو خراب کنم. برای همینم خودم پیش خدمت شدم. یعنی تو واقعا میخوای ما از هم جدا شیم؟ چشه دختر به اون شادی، شاگرد به اون زرنگی، یه مدت انقدر تو خودشه که نگو. خب شاید یه مشکلی داره. شاید باورت میشه شاگرد زرنگ بخشمونه ها، ترمی پیش مشروط شد. شاگرد زرنگ بوده بعد مشروط شده؟ ما همه خودمونم تعجب کردیم، هر روزم سر جلسه امتحان غایب بود. خب لابد مریض بوده. نکنم، چون میدونم شاید مجرده، عقد کرده، یه سال یه عقدن، ولی خب هنوز خونی باباش. البته یک سال چه طولانی. قرار بوده که دو ماه بعدش برن سر خونه زندگی خودشونا، ولی هنوز که نشده. پس مشکلش همینه. راست میگی؟ آره، اکثر دخترهایی که عقد میکنن دیگه حال و حوصله درس خوندن ندارن. حالا امروز میاد سر امتحان؟ آره ممکنه انشاءالله. البته خب خانم رسیدین. آخ نگار، الهی بمیرم، ببخش به خدا. من میخواستم اون بالا پیاده شما. بله سرگرم گزارش دادم بودین، یادتون رفت. الهی خودت هم کار داری، دیرت شده. نه من وقت دارم، تو برو که به امتحانت برسی. قربونت برم، خدا حافظ. خدا حافظ. خودت 5 نمره به خاطر تقلب ازت کم میکنم. استاد ما که حرف نباشه، از اول جلسه حواسم به توه، همش سر تو ورقه اینونه. استاد ما فقط داشتیم ازشون یه سوال میپرسیدیم، همین. پس سر جلسه امتحان؟ استاد ما تقلب نکردیم، بی خودی میخواین از من نمره کم کنیم. تقلب نکردی؟ استاد به خدا این ترم دومه که این واحد امتحان دارم. فکر میکنم ترم بعدی هم همین واحد رو باید بگیری.
استاد شما حق ندارید این نمره منو کم کنی. شانس آوردی وگرنه باید به خاطر تقلبت از امتحان محرومت میکردم. برای چی؟ اگر بلدی بشین بنویس وگرنه برگت ازت میگیرم. دلم کنه لی اصلا حوصله ندارم. حوصله چیو نداری؟ دیگه حالم از هرچی امتحان و ورقه است داره به هم میخوره. چرا اینقدر عصبی تو؟ چته؟ لیلی من خیلی بدبختم. دیگه خسته شدم لیلی. 10 ماه همینجوری بلا تکلیفم. نمیتونم درس بخونم، نه هیچ کاری انجام بدم. تا میخوام یه چیز کوچولو بخرم و میگم بذار باشه وقتی رفتیم خونه خودم. هر کاری هم میخوام انجام بدم میگم بذار باشه ببینیم بعدن چی میشه. به خدا دیگه خسته شد. میدونم بابا حق داری. چرا جشن کوچیک نمیگیرین قال قضیه رو بکنین؟ من که از خدامه. پس چی میگه اون؟ میگه نه الان نه. آخه چرا؟ نمیدونم لیلی. حس کنم پشیمون شده. بابا این حرفا چیه؟ پشیمون شده یعنی چی؟ شهاب که خیلی مشتاق بودیم که از اهل این حرفا نبود. شهاب انقدر عوض شده. همش عصبیه، همش بد اخلاقه. اصلا بهش نمیاد. هرچی هم بهش میگم چتا اصلا جوابمو نمیده. اصلا دیگه دلش نمیخواد منو ببینه. یادتون اول که با هم دیگه عقد کرده بودی؟ همه میگفتن این دوتا چقدر به هم دیگه میان. غیر از اون دختره داشت میمرد. بابا این دوتا با هم دیگه ازدواج کردن؟ الان که تا هم دیگه رو میبینیم با هم دعوامون میشه. لیلی احساس میکنم دیگه دوستم نداره. بابا این چه حرفیه میزنی تو آسمان؟ خب حتما دیگه دوستم نداره که داره با من اینجوری رفتار میکنه دیگه. باور کن یه مشکلی براش پیش اومده. قصه نخور حل میشه. چه مشکلی پیش اومده؟ اگه مشکلی هم باشه باید به من بگه دیگه. من زنشم. به خدا بابام هم دیگه صداش در اومده. میگه کارو یه سره کنین. اگه میخوایم بیاین جلو. بلا تکلیفمون رو روشن کنین. من که فکر میکنم اینا همش به خاطر اینه که از همدیگه دورین. اگه برین زیر یه سقف باور کن همه این مشکلات حله. من که 1000 بار بهش گفتم نه جشن میخوام نه مراسم میخوام، فقط یه خونه بگیره بریم با هم زندگی کنیم. بابا پس حرف حسابش چیه؟ چه میدونم همش میگه نه نه. آسمان نکنه مشکل مالی داره؟ یه حرفی میزنی یا مشکل مالی؟ اون که خونه داره ماشین داره همه چی داره. مشکلش چیه؟ منم نمیدونم. اصولاً منم نمیدونم. اما تو رو خدا بذارید من درسام بخونم. کی با تو حرف زد؟ مگه میشه؟ حتما یه چیزی هست که نمیخواد بگه. بابا این دختر بیچاره هم میگه من گیج شدم. هرچی فکر میکنم عقلم به هیچ جا نمیرسه. لیلی نکنه پای یه نفر دیگه در میونه. اوی 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 نه بابا چی میگه نگار؟ شهاب اهل این حرفا نیست. اینها این دیدتش. ببینم حالا مگه این دوتا میخوان اصلا جداشن؟ آره. پس خانواده هاشون این وسط چی کارن؟ پدر مادر پسرم ناراحت هم ولی جواب درست راست به این دختر بیچاره نمیدن که. من نمیدونم والا. آخه این قضیه خیلی مبهمه. حتما یه چیزی هست که خود آسمانم ازش خبر نداره. مثلا چی؟ کاش که امشب میآوردیش اینجا. چی امشب میآوردیش اینجا؟ من فردا امتحان دارم. خیلی بهش اصرار کردم نیومد. گفت مامانم تنهاست. شامتون بخوردی؟
زخم معده میگیری مادر؟ اقلا یه لقمه بخور. میل ندارم. نکنه بازم چهابو دیدی؟ نه. نرفته بودی خونه شون؟ نه. چرا؟ چند بار من برم مادر جان، دیگه روم نمیشه. نمیگن چجور دختریه؟ غریبه که نیست، خونه شوهرته. چه شوهری مامان جان؟ یه سال عقد کردیم، من اینجام اون خونه خودش، اینم شد زندگی؟ خب ببینش، باهاش صحبت کن، حرف بزن. اون حتی دیگه جواب تلفنای منم نمیده. میخوای بگم بابات باهاش صحبت کنه؟ مگه تا حالا 10 دفعه باهاش صحبت نکرده؟ چی بگم والا؟ حالا بیا دو تا لقمه بخور. به خدا میل ندارم مامان جان، گرسنم نیست. از اولش هم میدونستم اینجوری میشه. 1 سال از کار ما رو دوندن، هی ماه و ماه کردن، عروسی رو عقب انداختن. دختر و پسری که عقد میکنن اگه دوره عقدشون طولانی بشه باد تو کلشون میفته. فرقی نمیکنه، هم دختر هم پسر. بعد از یه عمر بدبختی، این هم از زندگی ما. حالا میگه چی؟ میگه چی کار کنیم؟ اگه بخواد همینطوری پیش بره بهتره که طلاق بگیرن. طلاق؟ اون وقت جواب فامیل چی بدیم؟ نمیگن این دختره چه عیبی داشته؟ بذار هر چی میخوان بگن بگن. دخترم داره از دست میره، حالا فکر کنم که فامیل و آشنا چی میگن؟ به جهنم. سلام مادر، آسمانم. سلام آسمان جون، بیا تو عزیزم. نه ممنون، فقط میشه لطفاً به شهاب بگین یه دقیقه بیا دم در، من کارش دارم. شهاب نیستش، شهاب خونه نیست. نیست؟ نه. نمیدونین کجا رفته؟ نه، چیزی نگفت. حتماً مغازه پدرشه دیگه، نه؟ والا نمیدونم، یعنی نه فکر نمی کنم. باشه ممنونم، من با اجازتون میرم دیگه. ببین آسمان جان. بله. هیچ هیچ، فقط خواستم بگم به مامان تینا سلام برسون. چشم. Thank you.
سلام دخترم، حالت چطوره؟ خیلی ممنون متشکرم. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم، این حرفو چیه؟ مغازه خودتونه. خیلی ممنون. ببخشید شهاب نیست نه؟ حالا الان همین جاها بود، نمیدونم کجا رفته. پس با اجازتون من دیگه میرم. حالا کجا با این عجله؟ خیلی ممنون، ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم دخترم، این چه حرفی میزنی؟ با اجازتون. به سلامت، به بابا اینا سلام برسون. چشم، حتما. چشم عزیزم، چشم، حتما. به سلامت. شهان، تو اینجایی بابا، چی شده؟ صبر کن. بیا زر آب بیا. باشو، باش بیا تو. سال آزگار زجر بکش، بدبختی بکش تا بچت بزرگ بشه رو پای خودش وایسه. اون وقت آخرش هم این رازی هم به رضای خود. وقتی فکرشو میکنم سرم میخواد بهتره که حالا تقلیب این دختر بیچاره چیه؟ اون طفل معصوم چه گناهی داره؟ هرچی بهش میگم نکن، اون راهش نیست، گوش نمی کنه که. طفل معصوم میاد خونه، میاد درم مغازه، چی باید بهش گفت؟ من که به خدا هر وقت چشمم به آسمون بیفته دلم خود زمین دهم باز کنه برم توش. هرچی همه این بچه میگم آخه یه چیزی بهش بگو، گناه داره. من که به شما مربوط نیست. میگه شما هم حق ندارین چیزی بهش بگی. پس اولا خودش بهش بگیره. اونم که حرفی بهش نمیزنه، شاید داره دنبال فرصت میکرد. فرصت چی خانم؟ این دختر معصوم تا چه میتونه اینجوری تحمل کنه؟ این همه کم محلی، کم توجهی، نه یه بهش زنگ میزنه، نه جواب تلفنشو میده. ببین نه... تو میتونی رازش کنی، هرچی باشه اون حرف تو رو بیشتر میخونه. چیه؟ چشمم بهش میخوره، زبونم بند میخوره. شاید اگه من جای اون بودم همین کارو میکرد. حالا بازم باهاش حرف بزن. خب
خودش زنگ زد؟ آره، معلومم بود که پشیمون شده. از کجا فهمیدی؟ از صداش. آخه میدونی این دفعه با هر دفعه فرق میکرد، یه جوری حرف میزد که معلوم بود پشیمون شده. انشالله از این بعد همیشه بینتون صلح و صفا و آرامش باشه. انشالله. ممنون. وقتی دیدیش باش دعوا نکنی یا؟ نه بابا، معلومه که باش دعوا نمیکنم. وقتی خودش متوجه اشتباه شده که دیگه دعوا نداره. حالا چی میخوای بهش بگی؟ هیچ. باور کن راست میگم، به خدا هیچ کدورتی ازش به دل ندارم. وای تو خیلی ماهی آسمان. ببین حالا که مشکلتون حل شده، به نظر من باید سعی کنی دوباره این وضعیت پیش نیاد. خب یعنی باید چیکار کنم؟ نمیدونم. نظر بینتون فاصله بیفته، راضیش کن، هر جور شده برین سر خونه زندگی خودتون. آره راست میگی. اگه با هم باشین، حتی اگه مشکلی هم پیش بیاد، خودتونین و خودتون. آره راست میگی. اصلا همین امروز میری وقت عروسی رو تعیین میکنی که ما یه عروسی افتادیم. معلومه شما که اصل کارین. حالا چرا اونجا قرار گذاشته؟ آخه شاب اونجا رو خیلی دوست داشت، میدونی قبلا هم خیلی اونجا میرفتیم. مثل همیشه یه روب زود رسیدی سر قرار. سلام. نمیدونی خودم تا اینجا چجوری رسوندم. تا تجریش با دوتا از بچه ها اومدم. راستی میشناسیشا؟ لیلیه که یادته، با یکی دیگه از بچه ها. انقدر بهمون خوش گذشت، انقدر گفتیم و خندیدیم، انقدر یاد گذشته ها کردیم. چرا اینقدر لاغر شدی؟ شهاب چرا حرف نمیزنی؟ ببین آسمون، تو اصلا میدونی من برای چی از تو خواستم بیای اینجا؟ آره میدونم. نمیدونی. ببین شهاب، من نیومدم اینجا که با هم راجع به گذشته ها حرف بزنیم. خب من همه چی رو فراموش کردم، من الان فقط به آینده فکر میکنم. به چی فکر میکنی؟ آینده؟ بس کن. آینده‌ای برای ما وجود نداره. شهاب دوباره شروع کردی؟ من که از تو چیزی نمیخوام. آسمون ما به درد هم نمیخوریم. میبینی من وقتی خوب فکر میکنم میبینم که من اشتباه کردم. اما من اشتباه نکردم، من مطمئنم اشتباه نکردم. وقتی خوب فکر میکنم میبینم محال ما تو زندگی با هم دیگه خوشبخت بشیم. چرا؟ مگه ما چیمون از دیگران کم پرشه ها؟ هیچی، فقط دیگران تو زندگیشون یه چیزی دارن که من هیچ وقت نمیتونم تو زندگی داشته باشم. شهاب دیگران چی دارن که تو نداری؟ مگه من از تو چیزی میخوام؟ مگه من از تو چیزی خواستم؟ تو نمیفهمی آسمون، نمیفهمی. آره نمیفهمم. خب بگو تا بفهمم. آسمون من دلم نمیخواد که به خاطر خودم زندگی و آینده تو رو خراب کنم. برای همینم خودم پیشم نمیشونم. یعنی تو واقعا میخوای ما از هم جدا شیم؟ آره. پس واسه همین منو کشوندی اینجا؟ نه واسه همون باور کن، برای خودمون خیلی سخت. پس بولو قرارمون چی میشه شاه؟ مگه ما با هم قرار نذاشته بودیم تا آخر عمر، تا پای مرگ با هم باشیم در هر شرایطی؟ ولی من نمیتونم اینجوری ادامه بدم، نمیتونم. باشه، اگه تو اینجوری میخوای باشه. هر وقت که
تو گفتی من میام محضر. بیا اینم حلقه که قرار بود تا آخر عمر از دستم درش نیارم. گلسمون ماشین رو به نامت کردم. ممنون. میدونم سویچ اضافهش میشه خودته، میذارمش جلوی خونتون. بازیچه تو هم؟ واسه چه باب روی مردم بازی میکنی؟ واسه چون دختر بیچاره رو یک سال آزگان و معطل خودت کردی؟ پس چی شد اون حرفایی که روز اول میزدی؟ یادته؟ مگه نمیگفتی میخوام خوشبختش کنم؟ پس کو؟ کون خوشبختی که داشت رو میکردی؟ حرف آخرت بزن همینجا یک کلام. میفهمی؟ مثل آدم میری سر خونه زندگیتون یا طلاقش میدی؟ طلاقش میدم. خودم نمیذارم امشب نوبت منه شام درست کنم. نه عزیزم دلم خودم درست میکنم الهی. ای آخه تو دیشب کشیک بودی. خدا اصلا خسته نیستم نگار جان. تلفن تلفن بودو 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 بنفشه. آفرین آفرین بله سلام آسمون جان. ولی چطوره؟ کجایی تو؟ دیگه چشت به شوهر خورده احوال ما رو نمیپرسی؟ چی؟ من و شهاب قرار از هم جدا شیم. اولش برای خودم هم شوخی بود اما بعدش فهمیدم نه همش عین واقعیته. وای اصلا باورم نمیشه به خدا انگار داری قصه تعریف میکنی. یعنی تموم تموم؟ از اون موقع به بعد ندیدیش؟ نه دیگه زنگم نزده. خیلی برام عجیبه. تو از حرفاشم هیچی نفهمیدی؟ نه انقدر سرد حرف میزد که نتونستم هیچی بفهمم. لیلی جانم میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ چشم هر کاری که بگی میکنم. اینو بده بهش. این دیگه چیه؟ سویچ ماشینش. خب پیش تو چی کار میکنه؟ گفت ماشینو به نامت کردم. چند روزم از جلوی خونمون پارکش کرده. منظورش از این کار چیه؟ چی بگم؟ نگار به نظر تو چرا همچین کاری کرده؟ نمیدونم
فکر میکنم یا خواسته ادای دین کنه یا خیلی دوستش داره. چه حرفایی میزنی تو اما؟ خب اگه دوستش داشت که طلاقش نمیداد. کاش میتونستم ببینمش و باهاش حرف بزنم. کیو ببینی؟ همین شهابو. منم خیلی وقت ندیدمش، با اینکه از بچهای دانشگاه است ولی اصلا پیداش نیست. خیلی پسر آقا و مؤدبی بود. حتی من و آسمون رو برد با مامانش هم آشنا کرد. ما مامانش هم دیدیم، چه مامان خانومی. لیلی خیلی مونده برسی؟ نه همین بغل هست اینجا. آها آمبولانسه؟ این مامان شهابه؟ در خونه اوناست. هفته این چندمین باره که اینجوری میشه. مدام سرفه میکنه. نه سرفه میکنه که دیگه از حال میره. چند وقته اینجوریه؟ الان 7-8 ماهی میشه. دکترها چی میگن؟ دکتر میگن سرطانه. وای خدا سرطان. سرطان خیلی هم سریع داری پیشرفت کن. شما چی کشیدین تو این مدت؟ دلم خونه. شب که میشه دلم میخواد برم یه جای خلوت بشنم گریه کنم تا کسی صدای گریه مونم. پس به خاطر همینه که نمیخواد با آسمان زندگی کنه. از وقتی که فهمیده از این رو به اون رو شده. دکترها کاملا قطع امید کردن؟ آره میگم به این شیمی درمانی میشه اما خودش راضی نیست. آخه چرا؟ البته یه آشنا داریم توی آلمان تاجر فرش. اون داره کارشو جور میکنه، ملکشو درست میکنه که بفرسته میشه. پس هنوز امیدی هست؟ خدا میتونه. یعنی مواردی بوده که جواب داده، مواردی هم بوده که جواب نداده. پس چرا زودتر نمیفرستینش؟ یعنی که منتظر مدارکش. خودش چی؟ چی میگه؟ خودش که اصلا راضی نیست بره. بچم خیلی ناامیده. میگه بی خود برای چین همه پول میخوایی خرج کن. اما آقای پول چه ارزشی داره؟ ها؟ چرا با آسمان حرف نمیزنه؟ خود منم نمیخوام بدونم. خود فلک گناه داره. خیلی زجر میکشه. خیلی زجر میکشه. اما اینجوری بیشتر ناراحت میشه. بیشتر زجر میکشه. نه. ما هر چقدر از هم دیگه دورتر باشیم بهتره. اه یعنی چی آقا شهاب؟ یعنی میخوای شما یه کاری بکنین که ازتون متنفر بشه تا اینکه؟ آره. میخوام از من بدش بیاد. میخوام از من متنفر بشه. چرا؟ برای اینکه اینجوری دیگه به زندگیمون دل نمیبنده. اگه از من بدش بیاد دیگه تو فکر و خیالش غصه نمیخوره که چرا نتونستیم با هم زندگی بکنیم. اگه رابطمون سرد بشه راحت تر میتونه نبودن منو تحمل بکنه. همه اینا فقط به خاطر اینه که دوستش دارم. همه اینا به خاطر عشقمونه. این عشق نیست دیگه آقا شهاب، این جنونه.
شما نباید به خودتون اجازه بدین اینجوری با احساسات یه دختر بازی کنین. ببینید من میفهمم که شما میخواین از این اتفاق به آسمان ضربه ای نخوره، ولی میدونین دارین ضربه بزرگتری بهش میزنین. ضربه؟ خانم این جنون نیست، سرطانه. شما هیچ کدومتون نمیدونین من چقدر دوستش دارم، هیچ کدومتون. این راهش نیست، شما اینجوری اونو خورد میکنین. اون یه زنه، روحیه زنها با مردا خیلی فرق داره. اینجوری شما همیشه یه غم بزرگتر رو برای تمام زندگی همراهش میکنین، غمی که شوهرش دوستش نداشته. خیلی بزرگتر از اینه که شما به خاطر این مریضی یا هر اتفاق دیگه‌ای کنارش نباشید. سلام. سلام. دو روز چرا جواب تلفنای منو نمیدی؟ ببخشید، معذرت میخوام، اصلا حالم خوب نیست. میدونم حالت خوب نیست، اومدم اینو بهت بدم. انقدر از زندگی دل سرد شدم که دیگه هیچی برام اهمیتی نداره. تو نباید این حرفو بزنی، آخه برای چی دل سرد شدی؟ برای چی؟ وقتی کسیو که اینقدر دوستش داشتی، کسی که بهت میگفته دوستت داره و قرار بوده تا آخر عمر با هم زندگی کنی و تو تمام آرزوها و آیندتو با اون میدیدی، یا بهت بگه ازت متنفره. نه آسمان، اصلا اینجوری نیست. ماشینو به نامت کردم. به نظر تو حس آدم رو با این چیزا میشه سنجید؟ همه ی زن و مردایی که میخوان از هم جداشن یه چیزایی بین خودشون رد و بدل میکنن، همین. تو اشتباه میکنی آسمان، من مطمئنم. آخه تو از کجا اینقدر مطمئنی؟ وقتی اون تو چشای من نگاه میکرد و میگفت دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم، تو اونجا بودی؟ نه اونجا نبودم، ولی خودشو که دید. چه بره آلمان؟ کی؟ ساعت ده پرواز داره. ساعت ده. چی شده؟ کجا میری آسمون؟ من دلم نمیخواد که به خاطر خودم زندگی و آینده تو رو خراب کنم.
دوستان آسمان. اون مریضه، سرطان داره، قراره برای معالجه بره آلمان. چرا بهش گفتی؟ نتونستم نگاه، نتونستم، ترسیدم یه کاری دست خودش بده. یعنی چی؟ اینو ترسیدم یه بلا سر خودش بیاره. خیلی ناامید بود، خیلی افسرده بود. شهرم از دستان سمان چلی آقت دخترمو نداری؟ من دلم نمیخواد به خاطر خودم زندگی آینده رو خراب کنم.